You unfortunately, we laid down uh, 12 uh, changes we'd like to see in the behavior of the Islamic Republic around uh, senior leadership, its regime, uh, and the answer is no. Uh, none of the 12 things, all of which are simple, reasonable things like stop launching nuclear capable ballistic missiles, uh, release all foreign citizens detained, and support of terror groups, none of those things have happened to date. ما میخواستیم با طرح دوازده مدعی رفتار رهبری ارشد جمهوری اسلامی و رژیمش تغییر کند ولی جواب من است و هیچ یک از این دوازده مورد عملی نشده است مواردی مانند توقف پرتاب موشکهای بالستیک و با توان حمل کلاهک اتمی آزادی شهروندان خارجی خاتمه دادن به حمایت از گروه های ترور هیچ کدام از اینها تا این تاریخ اتفاق نیفتادند. پومپئو همچنین گفت هدف استراتژی ما تضعیف ظرفیت رژیم ایران برای حمایت از نیروهای نیابتی بوده است چه حزب الله که برایش موشک میفرستند چه در سوریه یا شبه نظامیان شیعی در عراق که دولت عراق را تضعیف می‌کنند تا نتواند به عنوان یک دولت مستقل روی پای خود بیستد. همچنین پرتاب موشک‌های رژیم ایران از یمن توسط حوثی‌ها که نیروی دست نشانده رژیم ایران هستند همه اینها فعالیت هایی هستند که در خاور میانه بی ثبات کننده است و توقف اینها از جمله اهداف اصلی ما در سیاست مقابله با رژیم ایران است. پومپئو در مورد نقش رژیم در حملات اخیر به کشتی های نفتکش در ساحل امارات گفت با توجه به همه درگیری های منطقه‌ای که ما طی دهی گذشته دیده ایم و شکل این حملات محتمل است رژیم ایران پشت آنها باشد. و ما به پیگیری وضعیت ادامه می دهیم. پومپئو در مورد نقض حقوق بشر توسط رژیم آخوندی نیز گفت رژیم ایران به لحاظ آزادی مذهبی اذیت و آزار شمار عظیمی از زندانیان سیاسی یکی از ناقضین انزجارآور حقوق بشر در جهان است وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد so we've,